آقای لادن سلام، خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که این هفته تونستید با ما باشید و درود بر شما و بینندگانتون، سپاسگزارم از این فرصت. ممنونم. در یکی دو ماه گذشته تظاهراتی که در ایران شد، ویدیوهای یه دفعه پخش شد که دیدیم چند نفری حتی توی استادیوم فوتبال چند هزار نفری از این ور شعار میدادن، یکی میگه روحت شاد، اون ور میگن رضا شاد. ما میخواستیم از شما سوال کنیم و شما لطف کنید در مورد این شعار که چند روزی هم بعدش محور گفتگوی سلطنت طلبان و کمدانان و گمراهان شده بود صحبت کنید. من اینا رو میگم نادان، چون شما معمولا میگین کمدان، منم یاد گرفتم کمدان. ای کاش میتونستیم یه چمدان پیدا کنیم، این چمدانان رو میکردیم در این چمدانها. چون یادم اوائلی که من تلویزیون ایرانی گوش میدادم، همه اینها به مردم میگفتن چمدوناتون رو باز نکنید، ما تا 6 ماه دیگه میریم ایران. پس حالا این کمدان و چمدان رو رها کنیم، بیایم به سراغ شما. برای ما بگید که این شعار چی بود؟ همزمان اون مجسمه مومیایی آمد و اون به اصطلاح چیز و بعدم رفت، حالا که دیگه مردم اسیر دلارهای خانگی و اسیر طلا و اینا هستن و منتظر نوام. ولی باز هم برگردیم به اون شعار. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم بفرمایید. سپاسگزارم. با درود دوباره به بینندگانتون. فکر کنم همه هفته پیش به ویژه کسانی که توی خارج ایران هستن و در آمریکا هستن، کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا رو که داشت در مورد شخصیت آقای کوانا بررسی میکرد دیده باشن یا در مورد شنیده باشن، یه جمله بارها تکرار میشد و اون جمله بود speaking truth to power. speaking truth to power یعنی بیان حقیقت در مقابل قدرت یا بیان حقیقت در مقابل حکومت. یکی از بهترین نمادهای این پدیده توی میهنمون فرخی یزدیه که تمام عمرشو گذاشت برای عدالت طلبی و آزادیگری و در پایان در زندان رضاشاه به قتل رسید. فرخی یزدی یه شعری داره که من ازش خیلی استفاده میکنم و فکر کنم پاسخگوی این مشکل اینجاست. میگه دردی بدتر از علت نادانی نیست، جز علم دوای این پریشانی نیست. با اینکه به روی گنج منزل دارد، بدبخت و فقیرتر ز ایرانی نیست. این شعر شعار رضا شاه رو برای من مجسم میکنه. ما هر روز توی صفحات فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی هزاران پست می‌بینیم در مورد حمله عربان و بلاهایی که سر ایران و ایرانی آوردن 1400 سال پیش، و به درستی اعتراض می‌کنیم، پشت می‌دیم، توهین می‌کنیم که چرا ایرانیا با یورش عربان به میهنمون و تحمیل اسلام به مردممون بیگانه هستن. به نظر من این کاملا این اعتراض به جاست، ولی این اعتراضات در حالیه که اکثرمون، بیش از 95% از ماها، از حوادث مهم و سرنوشت‌ساز 100 سال گذشته میهنمون بیخبریم. برای مثال کسانی که شعار رضا شاه رو میدن، تصویر نادرست، ناکامل و ساختگی دارن. کسانی که در مورد کارهای رضا شاه سازندگی و تجدد برای او سینه میزنن، اکثرا همون کسانی هستن که در ماه محرم برای مظلوم بودن حسین سینه میزنن. رضا خان از یک سو بی سواد و ناآگاه بود و از سوی دیگر تمام عمرش رو توی فضاخونه و سربازخونه گذاشته بود. آنچه داشت و آنچه آموخته بود در دو چیز خلاصه بود. اونی که داشت یه هیکل گنده قد بلند
و قوی بود و آنچه آموخته بود زور، خشونت و بددهنی بود. یعنی هیچ گونه آگاهی و شناخت نداشت و نسبت به این کارها و سازندگی هایی که به او میچسبونن در جهل مرکب بود. میرسیم به امنیت، سازندگی و نقش دیگران مثل انگلیس یا نخبگان. نخست امنیت. ساده ترین این چند تاست برای اینکه انگلیس برای پیاده کردن برنامه های خودش نیاز به برقراری یک حکومت مقتدر نظامی داشت. حسن این موضوع، حسن این حکومت برای میهن ما این بود که به زور تو کشور امنیت برقرار شد و همینطور شد و ما همه خوشحالیم که چنین شد. دوم سازندگیه. اینجاست که اکثر همیهنانمون، من لغت کمدانه به کار میبرم، سه تن از نخبگانی که کارهاشون به نام رضا شاه ثبت شده، عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور هستند. این سه تن هم در خلع احمد شاه و به سلطنت رسوندن رضا خان نقش کلیدی داشتن و همین که بعدها ستونهای اصلی رژیم رو تشکیل دادن. نقش و سرنوشت این ستن میتونه مسئله رو یکمی باز کنه. اولیش تیمورتاشه که از طرف مردم خراسان توی دوره های دوم تا پنجم مجلس نماینده بود. دو سال در از طرف یکی از کابینه ها شد والی کرمان و بلوچستان. توی دوره پنجم که داره تو مجلسه، زمانیه که رضاخان سردار سپه تشکیل دولت میده و تیمورتاش میشه وزیر راه، ولی این فقط یه چیز ظاهری بوده، برای اینکه وظیفش این بوده که هموار کنه اوضاع رو برای خلع قاجاریه و پادشاهی رضا شاه. سرانجام تلاش این سه نفر که نام بردیم در آذر 1304 به نتیجه میرسه و سلطنت به رضا خان انتقال پیدا میکنه. تیمورتاش این واقعا شخصیت عجیبیه. یک آدم بسیار مقتدر و درستی بود، درستکار بود، درستگو بود، البته یه خود عیاش بود، دوستش مشروب بخوره، قمار بکنه، ولی در نظر کاری بی نظیر. و 7 سال کلیه امور کشور توی دست او بود. داریم در موقعی درباره دوره ای صحبت می کنیم که رضاشاه همونی که گفتیم، یعنی یه آدم قلدر قلشما و شعور و داناییش در حد یه سربازخونه قضاخونه است. 7 سال تیمورشاه، ببخشید تیمورتاش، میگم تیمورشاه واقعا شاه بود، تیمورتاش قائم مقام سلطنت، معلم، مربی و رهنمای رضا شاه. این میخوام یه چند جمله رو از دیگران اینجا براتون بگم. یکیش باقر عاملیه که مینویسه وقتی تیمورتاش از طرف نمایندگان دوره ششم کاندیدای نخست وزیری شد، شاه به تیمورتاش گفت شما کاملا به منویات من آشنا هستید و میدانید دست راست من است و همانطور که بارها گفتم امور قشونی را من اداره می کنم و امور داخلی و سیاست خارجی را شما. من تو را رئیس الوزرا نمی کنم، ولی اختیار انتخاب رئیس الوزرا و وزیران را به تو می دهم. هر کس را می خواهی به مجلس پیشنهاد کن. و تیمورتاش هم یکی از سیاستمدارای قدیمی به نام مهدی قلی هدایت رو انتخاب میکنه و تمام اختیارات مملکت در دست تیمورتاش. ولی این قدرت و این اختیاراتی که در دست این بود
یک سری دشمنان رو در اطراف و اکناف تهران و ایران و دنیا براش ساخت. اینجا گفتگومون در مورد سازندگی. ایران از هر جهت نیاز به سازندگی داشت. مهمترین و بزرگترین چشمه درآمد ما چی بود؟ نفت. و این منابع نفت در کنترل مطلق انگلیس ها بود. حالا اینجا یکی دوتا مثال از چند تا کارشناس میخوام برای بینندگاه بخونم. اولیش دانیل برگن متخصص انرژیه، می نویسه رابطه شرکت نفت با ایران و ایرانی مانند رابطه زالویی که خون را می مکد و محکومی که خونش مکیده می شود، کاملا یک طرفه و به نفع زالو. از طرف دیگر دولت بریتانیا نفت ایران را تاج سلطنت کشورش بر مستعمراتش می دانست و معتقد بود که به هر هزینه‌ای می بایستی برای انگلیس حفظ شود. دومین چیزی که می خواهم بخونم مال نوم چامسکیه. میگه قرارداد نفت بی پی با ایران، بی پی اسم جدید شرکت نفت، یک سرقت خالص و اجحاف مطلق بود. ایران نیم قرن کفاره داد. ایرانیان در فقر و فلاکت و حقارت زندگی می کردن و انگلیس ها با خرج ملت ایران در رفاه و آسایش و نعمت بودن. صدها میلیارد دلار از ثروت ملی ایران که می بایستی برای آبادی ایران و رفاه ملتش صرف شود به حساب بی پی واریز می شود. با این حال، با وجود تمام این مسائل، انگلیس ها هنوز می خواستن یک تغییراتی توی این قرارداد بدن و می خواستن مدت چه اضافه کنن. اینجا بد نیستش که یه توضیحی برای بینندگان بدم که یه مقداری بیشتر راجع به این قرارداد بدونن. خیلی خلاصه میگم که کسی خسته نشه. تو این قرارداد، یعنی قرارداد دارسی، به تایید مجلس نرسیده و انگلیس ها همیشه میترسیدن که یه روزی این قرارداد از دست بدن به بهانه این که مجلس تایید نکرده. دنبال این بودن که مجلس اینو تایید. دوم، وقتی این شرکت به وجود اومد، این شرکت، این بی پی که امروز میبینیم هفتمین بزرگترین قدرت دنیاست، این شروعش در ایرانه. سرمایه‌هاش از ایران بود. اون موقع توی قرارداد مینویسه که شرکت‌های جنبی که ما به وجود میاریم ایران درش سهیمه. حالا میخواد این اتوش دراره، برای که شرکت به وجود آورده و پول دارن در میاره. سومی چیزی میخواد از تو این دراره، توی قرارداد نوشته شده که تمام تسهیلات و تجهیزات و ساختمان‌هایی که شرکت در ایران داره که شامل پالایشگاه آبادان میشه پس از 6 سال متعلق به ایران. انگلیس میخواد اینو دراره و در انتها در اون زمان 30 سال از دوران این قرارداد گذشته و انگلیس میخواد این 30 سال رو برگردونه سر جاش. اینجاست که میرسیم به این که اون ایرانیایی که میگن چه فرقی داره که رضا شاه رو انگلیس آورد یا نیاورد، فرقش اینجاست. انگلیس با روی کار آوردن و به سلطنت رساندن رضا خان او را مأمور اجرای مقاصد خود به ویژه تغییر و تمدید قرارداد نفت کرد. و اما تیمورتاج نه تنها مانع اجرای برنامه‌های انگلیس بود، بلکه تونسته بود شاه رو قانع کنه و بهش تفهیم کنه که بابا ما یه سهم بیشتری از این درآمد میخوایم و در ضمن میخوایم بتونیم دفاتر رو بررسی کنیم. به ما اجازه نمیدن ما ببینیم که چند تن نفت اومده بیرون یا چند تن فروختن، همینطوری به ما میگن سهم شما اینقدر. اولین برخورد شدید تیمورتاج با انگلیس توی اوایل سلطنت رضا شاه بر سر نفت خوریان، بعد از اون کاپیتولاسیون رو لغو میکنه، تلگراف هند در ایران رو منحل میکنه،
سلب حق انحصاری نشر اسکناس از انگلیس و واگذاریش به بانک ملی. انگلیس ها تمام این اقدامات رو از چشم تیمورتاش می دیدن. این در ضمنی که تیمورتاش به سهم درآمد ایران از نفت مرتب اعتراض میکنه و مبارزه میکنه باشون. نماینده های شرکت تو ایران به هیچ وجه حاضر به دادن کوچکترین امتیازی نبودن و اون 5 سال اول که ایران با اینا گفتگو میکنه هیچ تغییری پیدا نمیکنه. هر وقت هم ایران زیادی فشار می آورد، انگلیس با پول و تجهیزات اسلحه اشاعه رو به شورش وادار میکرد که دولت مشغول اونا بشه. آخرین ترفندی که زدن این بود که اومدن یک حسابسازی کردن در سال 1931 و سهم ایران از حق امتیاز شرکت رو کردن 307,000 لیره. این 1931 307,000 لیره. سال پیشش یعنی سال 1930 درآمد ایران بود 1,288,000 لیره. یعنی توی یک سال سهم ایران 75% تنزل میدن. میگفتن دنیا اقتصاد خوب نیست و البته مزخرف میگفتن، چون که همون سال که به ما 307,000 لیره میدن بیش از 1,000,000 لیره مالیات بر درآمد شرکت به دولت انگلیسه. خب این یک دگرگونی به وجود میاد، یعنی ایران اصلا نمیپذیره و تنها شخصیتی که میتونست حریف شرکت بشه و میتونست با انگلیس مقابله کنه تیمورتاش. به همین دلیل هم تیمورتاش توی شهریور 1310 میره به لندن برای مذاکره در مورد نفت. مذاکرات یه ماه طول میکشه و اونا زیر بار هیچی نمیرفتن. اون روزهای آخر تیمورتاش برگ آخر خودش رو میزنه روی میز، چون تمام مدارک شرکت که شرکت مجبوره توی کشور خودش سالیانه بیلان بده، بهش میگن ترازنامه، این تمام اونها رو بررسی کرده بود، برای خودش کپی گرفته بود و با اون با استناد به اون ترازنامه ها میره به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت میگه با استناد به این ترازنامه ها شماها مشغول حسابسازی و کلاهبرداری هستید. خیلی جالب، توی خود انگلیس به مقامات انگلیسی میگه شماها دزد و کلاهبرداری. اینجا میرسیم به اون چیزی که قبلا اشاره کردیم راجع به فراخی یزدی. میبینیم که تیمورتاش هم نماد دیگری از چیه؟ speaking truth to power، بیان حقیقت در مقابل قدرت. مدیران شرکت برای اینکه سکه بذارن، صحت بذارن روی ترازنامه ها، میگن اگر ترازنامه ها اشکالی داشت چرا نماینده ایران همه رو زیرش امضا کرده؟ حالا ببینیم نماینده ایران در شرکت کیه. اسمش از عیسی خان فیض که خودش و خانوادش تحت حمایه و مزدور انگلیس بودن و عیسی از بچگی تو انگلیس بزرگ شده بود، مدرسه رفته بود، زندگی کرده بود و هنوزم توی انگلیس بود تا سال تا کودتای 1299 که انگلیس در ایران کودتا کرد، سید ضیاء و رضا خان آورد سر کار. اون موقع آقای فیض میاره ایران انگلیس و میکنه وزیر مالیه. دو ماه بعد میبینه که وضع ناجوره، اون آقا رو میکنه مسئول ایران در شرکت نفت. یعنی چی؟ یعنی یه عامل مزدور انگلیس عیسی فیض میشه مسئول منافع ایران در شرکت. روباه مسئول مردونی و گرگ محافظ گوسفندا میشه. عیسی فیض در اواخر گفتگوی تیمورتاش با حکومت انگلیس مورد بازخواست تیمورتاش قرار میگیره و تیمورتاش بهش میگه داستان چیه؟ آقای فیض میدونست که رو شدن مسائل عواقب بسیار بد و خطرناکی براش داره، میره دست به دامن ارباباش میشه و
و با راهنمایی دستگاه های اطلاعاتی انگلیس مشغول دسیسه بازی و پرونده سازی و گزارشات دروغی محرمانه میشه به همکاراش توی ایران، یعنی اون دشمن های داخلی تیمورتاش، نصرت دوله و داور. دولت انگلیس چون باور داشت که صاحب اصلی نفت ایرانه، با تیمورتاش کنار نمیاد. همونطور که 20 سال بعد با مصدق و جبهه ملی هم کنار نیومد. ولی در مورد تیمورتاش انگلیس ها خاطر جمع بودن که تیمورتاش دست بردار نیست. اینا باش کنار نیومدن، میره یه راه دیگه شروع به مبارزه میکنه. اینه که انگلیسان تصمیم میگیره تنها راه نجاتشون نابودی و از میان بردن تیمورتاش. گام نخستشون از طریق آقای فیضه که مشغول دسیسه بازی و پرونده سازیه و توی دشمنایی که همکارای فیض هستن و نوکرای انگلیس هستن، این باز برای آگاهی بینندگان خوبه، کسانی که در ایران دارن با فیض همکاری میکنن بر ضد تیمورتاش، محمد علی فروغی که اون موقع وزیر امور خارجه است، سلشکر آیرم که رئیس شهربانیه، حسن تقی‌زاده وزیر مالیه است، حسین قلی نواب رئیس بازرسی بانک ملیه و همونطور هم که گفتیم عیسی فیض. اینا مشغول سمپاچی و پرونده سازی هستن و روز به روز با پیچ پیچ کردن دارن آتش خشم رضا شاه رو شعله برتر میکنن. زمانی که هنوز تیمورتاش تو لندنه، ماشین توطئه سلشکر آیرم مشغول کاره، راننده تیمورتاش رو میکشن و یکی از جاسوسای خودشونو به نام آوانس میذارن به جای اون و یه جاسوس دیگه هم میکارن توی دفتر مخصوص تیمورتاش. گام بعدی اداره اطلاعات اینتلیجنس سرویس انگلیس اینه که دستگاه های اطلاعاتی به مطبوعات انگلیس دستور میدن که یک سری مطالبی چاپ کنن و رادیو دربارشون گفتگو کنه در مورد دانایی، قدرت کار، لیاقت و کارهایی که تیمورتاش در ایران انجام داده. تمام جرایت شروع میکنن به مدح و ستایش تیمورتاش و می نویسن که تمام پیشرفت های ایران در چند سال اخیر همه مدیون راهنمایی و تدبیر تیمورتاش است. انعکاس این تعریف ها و تمجید ها باعث حسد و بدگمانی بیشتر رضا شاه به تیمورتاش میشه، به ویژه این مقاله تایمز. این خیلی جالب، ببینید چقدر اینها زیرک و شیطان صفت هستن. این مقاله میگه که مسئله کنارگیری رضا شاه از سلطنت، حتی احتمال مرگ او در این مورد می‌نویسه و میگه که ناظران سیاسی مدت هاست آگاهن که اداره کننده حقیقی مملکت و روح تشکیلات کشور عبدالحسین خان تیمورتاش است. از آن سرباز تندرست و قوی بنیه چیزی جز نمای ظاهری باقی نماند. بالا رفتن سن ممکن است ناچارش سازد از دخالت در امور سلطنت دست بردارد و اختیارات سلطنتی را به یک شورای نیابت واگذار کند. خب ببینیم، اشاره کردیم که سه تن از نخبگانی که کارهاشون به نام رضا شاه ثبت شده، تیمورتاش، نصرت دوله و داور، یه خورده بد نیست در مورد داور صحبت کنیم. نصرت دوله داور، مثلا اشتباه اسمشو به کار بردم، علی اکبر داور، ایشون با گرفتن اختیارات ویژه از مجلس تشکیلات سابق عدلیه رو منحل میکنه
و اساس دادگستری نوین ایران رو بنیان میکنه. سالها متخصصان و جوانا رو جمع کرده تا تونسته قوانین رو همه رو تجدید کنه و نوساز کنه. داور در موردش می نویسن که مردی بی نهایت وطن پرست و درستکار و خوشقل بود و انقدر اعتماد به نفس داشت که جرأت و شهامت داشت کارو انجام بده، تصمیم قاطع بگیره و مسئولیتش هم بپذیره. داور بدون هیچ گونه تظاهر با از خود گذشتگی در راه خدمت به کشورش روزی 14 ساعت تو دفترش کار میکرد. خب یکی از دوستاشون که نصرت دوله بود پس از 3 سال دستگیرش میکنن، زندانیش میکنن، میکشن. و حالا نوبت تیمورتاشه، پس از 7 سال گرفتنش زندانیش کردن و کشتنش. داور اون روز که میفهمه که تیمورتاش کشتن، میره خونه و خودکشی میکنه. یه عده میگن خودکشیش کردن. میبینیم که هیچ کدوم از ستونهای سلطنت رضا شاه عاقبت به خیر نشدن و سرانجام قربانی هیولایی شدن که به دست خودشون ساخته بودن. سپاسگزارم. خیلی ممنون. یکی همون سوالی که شما پاسخ دادین ولی من متوجه نشدم، چه فرقی میکنه که رضا شاه رو انگلیس آورد یا نه؟ شما تو صحبتاتون گفتید، اگه اینو یه مرتبه دیگه تکرار کنین ممنون میشم. من فکر کنم در پیش از این گفتم که علتش این بود که یک خواستها و مقاصدی داشتن و نمیتونستن اینو با یک دولت و یا یک مجلس انجام بدن. نیاز داشتن به یک نفر قلدر که تمام اهرم‌های کنترل دستشه و خواستهاشون رو اون انجام میده، و اون شخص رضا شاه. و پس از اینکه اون آوردن سر کار، حالا من نمیخواستم دیگه اونو تکرار کنم، ولی برای خاطرتون باشه یه دفعه در صحبتامون با هم بیان کردم که قرار داده که 1933 که بهش میگن لایحه الحاقی همونه. توی اون قرار داد اون چیزایی که انگلیس میخواست که من یک یکی شمردم، یکیش این بود که اون وسائلی که متعلق به شرکته پس از 60 سال به ایران داده نشد و اینا از اون در آوردن و بعدها قیمت اون بود ما بین 600 تا 800 میلیارد پوند که ایران پرداخت کرد. یعنی اولین قدمشون بود. یه چیز دیگه این بود که میخواستن به تایید مجلس برسن و رضا شاه به مجلس کمیته تایید کنه. و بعد از که رضا شاه از ایران اخراج کردن، همه اقرار کردن که جرئت نمیکردن بگن نه. یکی دیگه این بود که میخواستن ایران سهامی در شرکت‌های وابسته نداشته باشه، اونو حذف کردن. چهارمیش این بود که میخواستن قرارداد 30 سال دیگه بهش اضافه بشه، دامونم کرد. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنین که هستی ایرانی که برای یک کشور بیگانه چپاول میکنه، مأمورشون که یه عده دارن براش سینه میزنن روحت شاد، مأمورشون 30 سال دیگه میگه میتونین ایران رو چپاول کن. من ممنونم از شما. شما صحبتاتون یه بار واحد پول رو به لیره گفتید، یه بار به پاوند. من فکر کردم اون موقع واحد پول لیره بوده، ولی حالا که گفتیم پاوند یکم برام به اصطلاح شبهه ایجاد شد. چرا این دوتا رو استفاده؟ همه چی به لیره بود و میدونین که بعدن تبدیلش کردن در انگلیس به پوند. در آمریکا البته دلار بود که هنوز تا جنگ جهانی دوم دلار نقشی نداشت و پوند نقش داشت و اون مبلغی رو که 600 تا 800 میلیون پونده، برای اینی که زمانش پس از سرنگونی مصدق اعلام شده. شما صحبت از مصدق کردین، دادگاه لایحه 2-3 روز پیش یا 2 روز پیش بود که به اصطلاح حکم داد که آمریکا خلاف قوانین بین المللی عمل کرده و چون دادگاه لایحه را یه جایی به عنوان دادگاه بین المللی میشناسن، یعنی اسم اصلیش اونه، و به اصطلاح حکم به محکومیت آمریکا داد. آمریکا هم خب این لات شارلاتان
فوری گفت ما اصلا نمیخوایم تو این باشیم و اون به اصطلاح لایحه 1955 رو هم لغو میکنیم. نظرتون در این مورد چیه؟ مسلما همونجور که اشاره کردیم ترامپ جز گروهی تو آمریکا، یه گروه اقلیت هستند، اعتقاد دارن به تئوری توطئه و میگن این چیز سازمان ملل و دادگاه بین الملل اینا همش توطئه جهانیه و ما نمیخوایم با اینا باشیم، نمیخوایم عضوش باشیم. برای همین هم اگه خاطرتون باشه از کمیسیون حقوق بشر هم اومدن بیرون و دارن این داره روز به روز آمریکا رو منزوی تر میکنه، این کارها و این حرفای جانور. خیلی ممنون. امروز یکی از دوستان با من تماس گرفت، یه عکس بسیار قشنگی روی فیسبوک شما هست، عکس اون کتابخونه، و گویا ایشون وقتی که ورق زده بود عکس‌ها رو، یه عکس شما رو دیده بود که ریش نداشتید، با سیبیل بودید، فقط میگفت که با آقای لادن پیشنهاد کنید که اون به اصطلاح اون کار رو انجام بدن، جوانتر لوک میکنن. یا در صورت دوستان من فیسبوک شما رو هم نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدم، AH یا امیر H لادن، همین که الان میبینید رو صفحه وبسایتشون هست اندیشکده.net، که این رو هم بهتون نشون میدم، یعنی شما یا از طریق وبسایت باشون تماس میگیرید یا از طریق فیسبوک و ایشون هم پاسخ میدن. از این بابت ممنونم. دوستمون شما از انگلستان صحبت کردید، ام کوین یکی از ماموراشو فرستاد و ایشون سوالی کرده که من خودم هم در موردش جواب میدم، ولی دوست دارم که جواب شما رو هم در این مورد داشته باشه. آقای لطیف زمانی که وکیل هستن در انگلستان پرسیدن چرا ما از گذشتگان یاد میکنیم؟ شما چرا نظرتون چیه و چرا باید از گذشته و گذشتگان یاد کرد؟ صداتون قطع شد. آقای لطیف الان صدا میاد؟ بله. آقای لطیف زمانی از انگلستان سوال میکنن چرا ما از گذشتگان یاد میکنیم؟ بد نیست که در این مورد صحبت کنیم. به نظر من میخوام اینجوری پاسخ بدم، ولی که من یه چیزی نوشته بودم در انتها موقع خداحافظی خدمتتون بگم و اجازه بدین در مورد اون بگم. ممکنه این یه سوالی شده بود که ربط شعار رضا شاه به اوضاع امروز ما چیست؟ دقیقا در همین رابطه آقای زمانی، آقای لطیف زمانی، بله، بدون کوچکترین تردید ما تو ایران نیاز به یه دونه دولت مردم سالار ایرانی داریم که حکومتی باشه که مردمی و زمینی باشه، که قانونمندیش از مردم باشه، ولی باید یه حکومت مستقل باشه بدون وابستگی به قدرت بیگانه. پرسشی که من برای خودم مطرح کردم میخوام با شما در میون بذارم، فکر کنم یک جواب غیر مستقیم به جناب زمانی بده، و اون اینه که آیا رضا پهلوی از تجربیات پدر بزرگ و پدرش هیچ نیاموخته و درس نگرفته که وابستگی به بیگانگان، نداشتن پایگاه مردمی، نتیجهش آوارگی و دربدریست؟ سپاس گذارم. بسیار ممنونم از شما. من معمولا دوستانی که این سوال رو میکنن بهشون میگم یعنی شما هیچ وقت تو خانوادتون از پدر بزرگ، مادر بزرگ، از پدری که فوت شده صحبت نمیکنین؟ همچین که شناسنامه رو باطل کردن، جسد رو خاک کردین، تموم میشه و میره و ما داریم که بابا گذشته چراغ راه آینده است. داریم که اونهایی که گذشته رو نمیدونن اشتباهاتش رو دوباره تکرار میکنن. من از شما ممنونم. آقای خوشنودی دوست ما از کالیفرنیا، همشهری من هم هستن، ایشون نوشتن من به همان لیاقت و جنگجویی و نظامیگری خوب رضا شاه هم شک دارم، چون یکی از دلایل موفقیت های رضا شاه در سرکوب سران شورشی عشایر
و اقوامی که توسط خود انگلیس تحریک و مجهز می شدن با خالی کردن پشت اونها توسط خود انگلیس بود که دست رضا شاه را برای سرکوب پیروزی بر اونها رضا شاه رو در ایجاد ثبات و امنیت ایران قهرمان جلوه دادن و همین صحبتی که الان هست که هرچی باشه امنیت را به اصطلاح آورد و امنیت داریم. و آهان خیلی جالبه آقا، ایشون ربطش داد به همین برنامه‌ای که الان آخونده میگن و میگن ببینید ما در خاورمیانه امنیت داریم، یعنی اینم یه جواب برای سلطنت طلبا. خب اگه شما به امنیت رضا شاه میبالید و مینازید، آخونده هم دارن همینو الان به رخ مردم میکشن که ببینید ما چه امنیتی داریم، ما حتی اگه میخوایم جنگم بکنیم جنگ رو به صورت پراکسی یا نیابتی در کشورهای دیگه انجام میدیم و نمیذاریم شما یک شب خواب آسودتون و تماشای تلویزیونهای ترکی فراموش بشه. از شما ممنونم آقای لادن، اگر صحبتی دارید بفرمایید. دوستان میتونید سوالاتونو چه امروز چه فردا چه روزهای دیگه در فیسبوک مطرح کنید یا با خود آقای لادن تماس بگیرید. این سوالات شما، این گفت و شنودها به اصطلاح برنامه میشه برای برنامه‌های آینده که باز هم با شماها باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید. بفرمایید. سپاسگزارم. آخر هفته خوبی برای شما و بینندگانتون و همیهنانمون آرزو می‌کنم. ممنونم از شما. من هم بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خیلی ممنون که با ما بودید.